یک پیش از سفر به کانادا مراحل بسیاری وجود دارد که پیش از سفر به کانادا باید آنها را بگذرانید. کلیه خدمات استقرار مجدد در کانادا رایگان هستند. هر مورد استقرار مجدد منحصر به فرد بوده و ویژگیهای های خاص خود را دارد. روند انجام مراحل در این ویدیو ممکن است متفاوت باشد. مرحله یک شما روند استقرار مجدد خود را شروع می کنید. مرحله دو در یک مصاحبه گزینش حضور پیدا می کنید. مرحله سه آزمایشات پزشکی خود را تکمیل می کنید. مرحله چهار بررسی های امنیتی را می گذرانید. مرحله پنج بررسی فرم درخواست را می گذرانید. مرحله شش برای استقرار مجدد در کانادا تایید می شوید. مرحله هفت به خدمات پیش از ورود دسترسی پیدا می کنید. صرف نظر از اینکه برنامه استقرار مجدد شما کدام باشد، همه افراد دارای اقامت دائم که به عنوان پناهنده در کانادا استقرار می به خدمات پیش از ورود دسترسی خواهند داشت اینها خدمات حضوری یا آنلاین رایگانی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا پیش از ورود خود برای زندگی در کانادا آماده شوید مرحله 8 برای سفر آماده شده و چمدان خود را ببندید در اینجا برخی نکات در رابطه با آماده شدن برای سفر آورده شده است. اسباب و داراییهایی را که میخواهید ببندید بر اساس اهمیت آنها محدودیت های ایمنی و وزن آنها جمعوری کنید. مدارک مهم خود را جمعوری نموده و از آنها کپی تهیه کنید. انواع بار: دو نوع بار وجود دارد که شما می توانید در سفر، همراه خود داشته باشید. ساک دستی و چمدان کنترل شده ساک دستی از نظر اندازه کوچک است. همچنین شما اجازه دارید که وسایل شخصی خود را در هواپیما به همراه داشته باشید. این شامل وسایل کوچکی مثل کامپیوتر لپتاپ در داخل کیف مخصوص خود یک کیف دستی مردانه یا زنانه یا یک کیف کوچک می شود. مسافران می توانند ساک دستی و وسایل شخصی خود را با خود به داخل هواپیما ببرند. چمدان های کنترل شده هم هستند. اینها بزرگترین نوع باری هستند که هر مسافر می تواند در سفر به کانادا با خود بیاورد. شما این چمدان ها را در پایان پرواز خود تحویل خواهید گرفت. بر روی چمدان خود نشانه ای بگذارید که بتوانید آن را به آسانی تشخیص دهید مانند یک برچسب یا روبان‌های رنگی وقتی که شروع به بستن بار می‌کنید مطمئن شوید که چمدان شما از نظر اندازه و بزرگی با شرایط تعیین شده از سوی شرکت هواپیمایی مطابقت داشته باشد بزرگی بار خود را با اندازه‌گیری ارتفاع طول و عرض و افسودن آنها به هم محاسبه کنید بعد از اینکه بارهای شما بسته شدند باید هر تکه از بار را با استفاده از ترازو وزن کنید شرکت های هواپیمایی در رابطه با وزن مجاز هر بسته به کیلوگرم محدودیت هایی دارند تعداد تکه های باری که برای هر نفر مجاز است می تواند متفاوت باشد و بستگی به سن افراد دارد برای مثال، مسافران زیر دو سال در داخل هواپیما صندلی برای خود نخواهند داشت و بنابراین مقدار مجاز بار برای آنها متفاوت است. برای بارهای خود، از محدوده های تعیین شده از سوی IOM یا شرکت هواپیمایی پیروی کنید. آنها ممکن است اجازه داشتن بار اضافه یا بارهای سنگین تر از یک حد معین را ندهند. اگر محدودیت های باری را رعایت نکنید، شرکت هواپیمایی ممکن است حاضر به پذیرش بار شما نشود. آنچه که به جا می چیزهایی هستند که شما مجاز نیستید به کانادا بیاورید. اگر آنها را به کانادا آورده و همراه داشتن آنها را اعلام نکنید، ممکن است به هنگام ورود مجبور به پرداخت جریمه شده یا تحت پیگرد قرار گیرید. این چیزها عبارتند از غذا شامل گوشت، شیر، محصولات لبنی و میوه، سبزیجات. گیاهان خشک شده، ادویجات و دانه ها. گل و گیاه، خاک و چوب. بخش هایی از حیوانات مانند پوست. استخوان های انسان. وسایل الکترونیکی بزرگ مانند تلویزیون، وسایل خانگی وسایل نقلیه سلاحهای گرم مهمات و اسلحه و مواد مخدر قبل از عزیمت از شما خواسته خواهد شد که برگه وام مهاجرتی خود را امضا کنید وام مهاجرتی هزینه های حمل و نقل از نقطه عزیمت تا مقصد نهایی شما در کانادا را پوشش می‌دهد. با آرزوی موفقیت شما در آماده شدن برای سفر به کانادا